با سلام و درود فرمان به شما بینندگان عزیز، انشالله که خوب خوش سلامت هستید و منتظرید تا برنامه این هفته ما رو نگاه کنید. سلام. خوب و خوش هستین انشالله. متشکرم، مرسی. سپاس. انشالله که دیگه همه خبرها خوب و خوش باشه. بله، بله. ما همیشه دوست داریم که خبرهای خوب رو برای شما بله، بله. ببینیم. چون این روزا هرچی نگاه میکنید، اول یه خبری که خیلی جالبه علی، من نگاه میکنم یه چند تا خبر رو دنبال میکردم، دیدم که جالب ترین خبر اینه که هی میبینم که مثلا طرف جاج اورنج کامتی نقشه کشیده، بعد اومده رفته زنش رو کشته. یه قاضی چطوری میتونه بیاد بره خونه بعد اسلحه برداره تق تق بزنه زنش رو بکشه؟ شما اگر که با همسرت مسئله داری چرا باید بری همچین کاری بکنی؟ یا از اون طرف مثلا خانم نقشه کشیده رفته شوهرش، بابا نقشه چرا میکشی؟ مسئله داری طلاق بگیری؟ ممکنه خب دیگه حساب کنی اگه طلاق بگیری و زندگیشو بده و بره. خب بده، بهتره خب که شما بعضی ها من یه سوال دارم دیگه. شما میرید همسرتونو میکشی یا اون راحت بری زندان؟ نه درست میگی، میگم نه نمیکشی نمیکشی نه 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 شما وقتی طرفو میکشی خب یه اون باید بری تو زندان دیگه، فکر میکرده مال و منال برات نمیمونه، فکر میکرده که لابد نمیگیرنش. نه آخه وقتی تق میزنی میکشی میفهم میگیرن دیگه قربونت. بله. یا خانمه رفته نمیدونم توی کافی شوهرش دارو ریخته، خب بالاخره میفهمن اینا، بالاخره هر جوری هست یه جوری پیدا میکنن میفهمن. همیشه هم یاد باشه چه همسر شما وقتی فوت میکنه اولین کسی رو که روش نگاه هست اون طرفه. میگن که بعد ببینید زن اگر فوت میکنه شوهر بله. هست شوهره که فوت میکنه زن بله. به خصوص اگه بیمه داشته باشن، اگه بیمه بیا مال و منال داشته باشن فرقی نمیکنه. بله. اینقدر میرن دنبالش تا بالاخره پیدا میکنن. بله. یک همسری رو بعد از 30 سال بله گرفتن که ایشون همسرش رو کشته بود. بله. خیلی ها خیلی. اینقدر دنبالش رفتن تو بالاخره مچش گرفتن. بابا بله. نکشید، طلاق بگیرید. حالا نه با هم دیگه هم دارم دیگه هم چیز ندارید کنار نمیان، طلاق بگیرید. یارو بگه اشته به زنش گفته که میدونی فرق تو با بز چیه؟ خانم ناراحت شده، خانم ناراحت شده قهر کرده رفته، بعد یارو فهمیده اشته که گفت آقا اشتباه کردم ببخشید، هیچ فرقی با هم ندارید بیا. این داستان دیگه. خب اونم شاید یه سوالی داشته، خواسته بینه فرق تو با بز چیه؟ اون بز تو آدمی، خواسته اینجوری بگه داد طریقه تو بابا اشتباه کرده داره نشه بیا، هیچ فرقی با هم نداری بیا. ببین اینجوری باعث میشه که بعد طرف عصبانی میشه، میره فکر میکنه این بهش چی گفته، بعد بخواد بره بکشتش. کشتنم میدونین شما باید خیلی اون گاتس داشته باشی که آره. بتونی یه نفر رو بکشی. اصلا اسلحه داشتن خودش یه چیزیه که واقعا بعد دلشو داشته باشی، اسلحه داشته باشی واقعا. نه اصلا دلشو داشته باشی یه کسی رو بکشی. با اون که خیلی بد شده دیگه، خیلی سخته. چطوری میتونه آدم این کار رو بکنه؟ آدم. باکتری جدید اومده، حواستون رو جمع کنید. کسانی که در آمریکا زندگی میکنید یه خبر همش خوشایندی نیستش، غیر از اینکه خب کرونا جدید هم الان حمله ور شده و شیوعش در آمریکا و شاید جای دیگه دنیا باشه، بعضی از کشورها هم مثل ایران عزیز هنوز نرفته اونجا خدا رو شکر، اما یه باکتری جدید اومده که این باکتری کمیابی هم بوده و تازه اینو دید. این باکتری بدن رو از داخل میخوره و حالا این باکتری از کجا میاد؟ گفتن این باکتری از غذاهای خام دریایی و همینطور غذاهای نیمه پخته دریایی میاد. یعنی سوشی نو؟ سوشی نه، مثلا اویستر، اویستری که میخورین امکان داره. 5 نفر فعلا توی ایالت فلوریدا و 3 نفر تو نیویورک کنتیکت، این دوتا از بین رفتن، 8 نفر کلن از بین رفتن فعلا. گفتن که اول از همه حیوانات آب شور، این خیلی مهمه. دوم این که به حیوانات دریایی که موجودات دریایی که زخمی هستن رو باید مواظب باشید. حالا
کی بخواد این وسط پیدا کنه که کی زخمیه کدوم زخمیه کدوم نیست، اونم جای خودش داره. یعنی ماهی میخرید اول بلندش کنید نگاه کنید آره، ولی جای زخمی این یا نه. این یک باکتری جدید هست که گفتن مواظب باشید غذای رستوران های مختلف رو، هر رستورانی نرید اینجور غذاها رو بخورید. اینم پس داستان. اون پشه چی شو؟ پشه سر جاشه. یه پشه هم هست که میگن بله. خیلی مراقب باشید یه پشه جدید اومده. بله بله. اون نه اصلا حالا خیلی جالب بریم توی مسئله حیوانی باشه. یک پشه اومده که این پشه اگر شما رو بزنه شما دایریا میگیرید بسیار شدید. بله. و اون پشه هم بسیار خطرناک. اسهال میشه دایریا. بله. آخه اون دوغتش خیلی زشته بر ترکیب این شیکه. همیشه شیک بده. بله. بعد خیلی بده. بعد تازه یه زنبورای هر دوتا عمل شیک نیست. هر دوتا پدر شما رو در میاد. بعد یه زنبور جدیدم میگن اومده. این زنبوران هم دیدی خیلی صورتش سیاهه، بعد خیلی این نیشاش خیلی چی زخیم و خیلی بدریخته. نیش اونجا نیست ولی یه جوری بود نشون میداد. من گفتم وا دامشه تو دامش پشتش این چین جلوش خیلی بدریخ بود نشون میداد. راداراشونه اینا خیلی بدریخ بود. اونم میگن اگه بزنه دیگه واویلا من همینطور دارن حمله میکنن دیگه از در و دیوار. اول گفتن زنبور که داره از بین میره، اون زنبور بیچارا که دارن از بین میره، اون زردای بیگانا اصل. اینا نه، اینا یه ذره رنگشون سیاه تره و بسیار خطرناک. مراقب باش مثلا برای بچه ها. نمیدونم چی شده علی جان، حمله ور شدن. دنیا به هم ریخته دیگه، دنیا به هم ریخته. زمانی که هفته پیش داشت بارون میومد. بله. کسایی که خیلی مذهبی هستن خب میدونی که به خیلی چیزا باور دارن. بله. و ساین گرفته بودن و را میرفتن که بالاخره آخر دنیاست. بله. و دیگه چیکار بکنه؟ جیزس داره میاد. همه داریم میریم از دنیا. میاد بالاخره یا میریم؟ داره جیزس میاد ما میریم. ایشون میاد ما میریم. به سلامتی ایشالله دیگه. من گفتم که اگه کسی داره میاد که قرار نیست که ما بریم که. نه نه ما جزو کسانی هستیم که طرف خیلی ناراحت کننده بودش. طرف میگفت من زن نگرفتم. گفتم چرا؟ گفت نگران نبودم چون اگر که اینطوری باشه من مثلا زن میگرفتم چون اخلاقی که از خودم دارم من جهنمی بشدم. بعد تو ذهنم بودش که من تو جهنم دارم میسوزم، چندین نفر تو بهشت دارم با خانم بنده. خیلی نگران بود، گفت برای همین زن نگرفتم چون غیرتم اجازه نمیده که اون زمان تو بهشت یه سری بیان با خانم بنده ای داده داستانه داشته باشه. در اصل همه مذهبی ها هر کسی یه چیزی میگفت، میگفتن کی داره ظهور میکنه، اون یکی داره ظهور میکنه، این داره گفتم بابا همه که با هم ظهور نمیکنن که. بعدم تازه اگه قراره کسی ظهور کنه که همه مردم بمیرن که درست نیست که. انشالله که هر کی قراره ظهور بکنه یا هر کسی قراره بیادش بیاد که این از این بیعدالتی ها درست بشه. بله. این بی عدالتی ها رو درست بکنه. امیدواریم. آره. بخواد شروع بکنه از اون ور بعد شروع کنه. دیگه فکر کنه که از خاورمیانه شروع کنه تا بخواد به ما برسه یه چند وقتی طول میکشه. خب دیگه اونجا هم گفتن ظهور میکنه دیگه همه چی اوکی. آره. میشه اونجا رو حل کنه، اونجا رو حل کنه اول، بعد ببینیم چی میشه. با امید خدا. یواش یواش. با امید خدا. منتظریم. یواش یواش. ولی خب از این مسائلی که بگذاریم بیایم به ربات ها برسیم. ربات هایی که در راه هستن، ربات هایی که شبیه انسان دارن درست میشن، در چندین جای مختلف آزمایشگاه های مختلف دارن رو ربات هایی کار میکنن که هم شبیه انسان باشن هم که بتونن اون حرکات و اون کارها رو انجام بدن. Okay. بتونن به بشریت گفتن خدمت کنن. اینا در واقع اینا قراره به بشریت خدمت کنن انشالله. آره من هم فکر کنم که ما اقل از این فیلم های وحشتناک دیدیم که ربات میاد و بد جور میشه و قیافش شروع میکنه به مردم و کشتن اینا وحشت میکنیم، ولی خب نه، این ربات هایی که برنامه ریزی دارن میشن و امیدوار هستن که
تا چند دهه آینده کلن میتونن بیان و به بشریت خدمت کنن، اینها متفاوتن دیگه. امیدواریم اگه ربات ها بیان انشاءالله همه چی درست میشه. میدونیم که ما دو سه هفته پیش یک آتش سوزی خیلی بزرگ در هاوایی داشتیم که متاسفانه بله. نزدیک 100 خورده جون خودشون از دست دادن. خیلی هم خب هنوز ربات ها رو میندازیم جلو. آره، ما به جای اینکه آدم ها رو بفرستیم که اونا جونشون رو از دست بدن، همین ربات ها رو میفرستیم که آره خب این میدونی باعث بله. میشه که جون انسان ها رو هم نجات بدن، هم این کسایی که قراره برن اونجا آدم ربات دلش نمیسوزه میگه ربات بره بله میگه اوکیه. درسته درسته. دنیا به هر صورت خیلی از مسائل پزشکی داره حل میشه، باز دوباره جای شکرش باقیه. یه دختری دیدم که چند روز پیش اعلام کرده بودن که کسی که بهش اهدای مغز و استخوان داده رو خواسته بوده ببینه آخه. و این دختر دختر بچه خیلی کوچیکی هم هست. این دختر با بغل مادرش گریه میکرده و میخواسته این آدم رو ببینه و خلاصه در خونه باز میشه، یه آقای جوانی بوده که این دختر خانمو میبینه و دختر بغلش میکنه، گریه میکنه و سپاسگزاری میکنه ازش. خیلی خوبه. منم یکی از آشنایانی یعنی که با میشتستم و یه نفری او هم نیاز داشت به مغز استخوان و بونمرو بهش رسید. هنرمندمونه میگه؟ نه خیر، هنرمند نیسته شوش. و دوتا بچه کوچیک هم دارن اینا. یه آقایی دوتا بچه کوچیک دارن، یکی از بستگان دور منه، نه زیادم دور، ولی ایشون بهش یه نفر بهش داد و خدا رو شکر زندگیش دوباره زندگی دوباره ببرش برگشتی. خب هیچ اشکالی نداری، میدونی که علی همه ما میتونیم بریم این کار رو انجام بدیم. خیلی خوبه. و اونها در هاسپیتال در بیمارستان ها اینو نگه میدارن و اگر اصولا بتونیم جون کسی رو نجات بدیم چه اشکالی داره؟ هیچ خیلی. کار بدی هم نیستید، صدمه ای هم به بدن شما نمیزنید. اگر بتونید کمک کنید هیچ اشکالی نداره، میشه این کار رو انجام داد. تسلا رو بیم درباره تسلا صحبت کنیم. آقای ایلان ماسک اول ازش پرسیدن که شما در شبان روز چند ساعت میخوابی؟ خب چند ساعت میخوابه؟ چند ساعت فکر کنی میخوابه؟ دو ساعت؟ نه، گفته من 6 ساعت بعد بخوابم که بتونم کار کنه مغزم. باریکلا. بله، گفته من 6 ساعت بعد بخوابم، اگر نخوابم نمیشه، من 6 ساعت بخوابم. باریکلا بهش. 6 ساعت میخوابه، این از این. بعد ایشون اومده گفته که با تکنولوژی که الان روی این سلف درایو ما پیاده کردیم که ببینید ماشین خودش میتونه برونه دیگه، آره، روی این پیاده کردیم و اتوپایلوتی که داریم، این به جای رسیده که اینقدر پیشرفته شده و تا یک سال آینده اینقدر پیشرفته تر خواهد شد که شما میتونید سالیانه سالی 30,000 دلار از ماشینتون بدونی که خودتون توش سوار بشید پول در بیارید. چجوری؟ تاکسی. تاکسی که آره تاکسیش میکنی بدونی که خودت توش بشینی. یعنی تو خونه نشستی، طرف میاد رو اپلیکیشن تسلا میگه من فلان جا میخوام برم، ماشین میاد شما رو ور من ماشین رو ور میداره میبره اونجا، دوباره میاد در خونت وای میسه. میدونم، ولی هنوز آدم اونقدر نمیتونه اطمینان بکنه. خب دیگه گفته نه دیگه. الان دیگه اینقدر پیشرفته شدی ما که حد نداره. و بعدم اینکه گفته تو یک سال آینده دیگه اصلا یه چیزی میشه که باورتون نمیشه. آره من بهش باور دارم. آره آره، تا یک سال آینده آدم باز آره اسمش هم گذاشته روبو تاکسی، تسلا روبو تاکسی. و این خیلی دیگه گفته سال 30,000 دلار هم میتونی اینطوری در بیاری. خب آره. بدونی که از خونه بری میرون. میدونی که الان سان فرانسیسکو شهر سان فرانسیسکو اکثر تاکسی ها راننده دیگه نداره. آره تاکسی ها راننده نداره، تاکسی ها میره قشنگ شما رو برمی داره میبره توی شهر سان فرانسیسکو میذاره دونو میرس دنبال کار زندگی. شما تراست میکنی سوار تاکسی بشی الان؟ بله بله، چرا نه، 100%. صندلی عقب میشینم کمربندم رو میبندم و میشه مکم میگم تو تراست میکنی؟ میگه آره من میشینم عقب صندلی میبندم کمرم میبندم. خب
ولی خب ببین خیلی باله دیگه. تو ما رفتیم سان فرانسیسکو ببین چند وقت پیش رفتیم اونجا، برنامه شهرام بود، بعد شب رفتیم بریم رستوران تو خود بازدم سان فرانسیسکو، تاکسی واسه خودش می اومدن راه می رفت، پیشش راهی می سدن سوار پیش می رفتن واسه خودشون، خیلی باحال. سر چراغ قرمز سوار شدی یا نشدی؟ ما ماشین داشتیم، ماشین داشتیم ولی سوار می شدم. نه من سوار می شدم، نمیدونم چطوری به جلوش گرفت تاکسی میره واسه خودش دیگه. ولی دوست دارم من با تکنولوژی علاقه ایش آره، ولی هنوز آدم اون اطمینان رو هنوز نداره. البته با گرون شدن بنزین که در اینجا البته همینجور داره بنزین گرون و گرون تر میشه، خیلی هم گرون شده در این چند هفته، دو سه هفته ای یهو بنزین خیلی گرون شده. بد نیست که آدم همین ماشین های برقی رو استفاده بکنه، چون همونجوری که شما فرمودید تا چند وقت دیگه اصلا در اینجا در کالیفرنیا بله ماشین غیر برقی نمیتونیم ببینیم، نمیتونی داشته بله. به خاطر گرون شدن بنزین بله. تا 10 سال آینده لامبورگینی اولین ماشین برقی خودشون معرفی کرد. بله لانزادور ای وی اسمشو زیاد خوشم نمیاد. خدا این ماشین لانزادور ای وی پشتش یه خود شبیه ماشینای شورولت و این برنامه هاست یه جورایی، ولی ماشین خوشگلیه. خب بالاخره لامبورگینیه و بعد ببینیم چی حساب داره. ولی من یه دونه چهار نفره میشیره BMW دیدم جدید. آها. جلو شد دیدین شو اینقدر بله خوشگلش کردم، خیلی قشنگ بله خیلی زیبا. ولی خب لامبورگینی و BMW مقایسه ولی نداره، ولی بله این خیلی زیبا، خیلی قشنگه. مسئله زیبایی ماشینه. روز رویس هم با یه ماشین جدید اومده به نام دراپ تیل رودستر. این دراپ تیل رودستر ماشین جدید روز رویسه که چندی میلیون دلار قیمت روش گذاشته شده و میگن که یکی از شاهکارهای کمپانی رولز رویس خواهد بود. ولی دوازده سیلندره و برقی نیست. اوه. آره برقی نیست، دوازده سیلندره. چه بنزینی آره. میخوره؟ بر از 0 تا 60 مایل و 4.9 صدام ثانیه میره، یا 9 دهم ثانیه، 4.9. آره برای همین خب ولی پول بنزینش زیاد میشه دیگه. حالا اون کسی که اون ماشین سوار میشه دیگه پول بنزینش مهم نیست براش، ولی خب اتفاقا واسه اون آدم هم مهمه. باور کن یه سری آدم ها هستن تو یه سری چیزها حساسیت خاص دارن، واسه پول بنزینه ناراحتشون میکنه. من جدیدن متوجه شدم که بعضی ها که یه مقدار سنشون میره بالا بله بله پولشون براشون مهم میشه. نه نه نمیدونم چرا، دلیلش نمیدونم. نکنید این کارو، باره خسیس میشن. باریکلا بله میگن خسیس میشه. من اصلا از آدمای خسیس خوشم نمیاد که میره بالا میگن آدم خسیس میشه، ولی نه بله. شما نه، شما که نشدید، شما که نشدید، ولی بعضی آدم وقتی سن نشد. میره بالا بی اختیار خسیس میشن. آره آخر سرش هم باره دیگه میخورن و تو روحتون صلوات میفرستن. برای همین خودتون بخورید بله. خودتون سکر خودتون بخورید، خودتون لذت میتونید ببرید. برای چی بله. میذارید که بمونه بعدم بگن که مرد که دیگه آره، مرد که مرد. کاش که آره. خودش بود لذت پولش رو میبرد آره. نبرد بله. این کارا رو نکرد بله بله. خب در تگزاس یک مرکز دندان پزشکی یه خانمی توش کار میکرد. این خانم اسمش از سوفیا تیل. خانم سوفیا تیل 20 سال بودش که در این مرکز کار کرده. اوکی. 20 سال. بعد از 20 سال آقای دکتر صداش میکنه میگه بیا اینجا، همه کارمندا رو صدا میکنه میگه تو 20 سال اینجا هستی. برای همین من میخوام که بهت یه پاداش بدم. دست میکنه تو جیبش، شروع میکنه $1000 صدیه رو بهش میده. 10 تا بهش میده. دکتر دومیه میاد جلو میگه تو 20 سال کار کردی. اونم 10 تا 1000 تیه بهش میده، $20,000 بهش پاداش میده به خاطر 20 سال خدماتش در این سازمان. همش پولش و حقوقش میگرفته هر ماه. 20,000 دلار بهش اضافه دادن، خودش هم خیلی خوشحال. بغضم کرد همش دست بذار. عجب دکترای دست دلبازی. بله 20 سال داده دیگه، دلیل نداره به
داده. در یک کلینیک کار میکرده 20 سال 20,000 دلار بهش دادن. به نظر من باید 200,000 دلار بهش میدادن. تو هر وقت تو کلینیکی تو زدی، هر وقت تو زدی 200,000 دلار بده. دکتره ماهی سالی 400-500,000 دلار درآمد داره. حالا این دکترها پولشون رو میذاشتن 200,000 دلار. دو تا دکتر بودن. دو تا درصد دادن. باش، میدونی اگر اونو به اون میدادم یعنی تکسشون بوده. نشون میدادن میتونستن این خانم با 200,000 دلار خوشحالش کنن. آره. دیگه نه خانم نمیومد سر کار دیگه. آقا دیگه نمیخوام با تو کار. فکر میکنی با دل و جون بیشتر کار کرد. شما وقتی که الانم با دل و جون کار میکنه خانم. الانم داره با دل و جون کار. چرا بحث میکنی؟ وقتی آدم به کسی خوب برسه از لازم بود. بله درسته. اون با دل و جون. ولی خب حالا اینا 20,000 دلار داده. خیلی آدمای خاصی. شما خوشحال باشید. شما آدرسشو بر من بده. بیچاره. امروز درباره ماشینا صحبت کردیم. برای دوستان از اینکه علاقه به تراکتور دارن یا تراکتور رانندگی تراکتور میکنن یا اینها، کمپانی ولوو تراکتورهای جدیدی که معرفی کرده از لحاظ ترمز بی‌نظیر هستن. یعنی اینکه اینها اگر 44 مایل در ساعت هم سرعت برن میتونن ترمز کنن و خود ماشین ترمز میکنه و از جلوی سانحه تصادف و رانندگی رو میگیره. خیلی جالبه. 44 مایل برونه. حالا اون یه چیز اگه 40 تن وزنم داره میکشه بازم یه چیزی جلوش قرار بیاد بازم خودش وای میسه. خیلی خوبه دیگه. این خیلی خوبه برای دوستانی که ولوو مال سوئده. بله خب معروفه دیگه، کامیونهای معروفی بله. داره دیگه کامیون، ولی این خودش پای میسته. آفرین. بله. باری کلا. بله. بابا باری کلا. بله. اینم درباره کمپانی ولوو و اینها. دوست دارم که یه مقداری در رابطه با کشور همسایه دبی صحبت کنم، یا امارات متحده عربی و بعد دبی. چند تا در آینده یه سری برج ها رو معرفی کردن که برج های مختلفی هست که دارن می سازن. یکیش اسمش داینامیکه یا دینامیک، که این از برای حفظ انرژی این ساختمون ساخته شده و از وسایلی هم که استفاده کردن تمام وسایل ریسایکل. بله. تمام وسایل ریسایکل استفاده شده. یک شهری دارن درست میکنن به نام شهر علایالدین که مجموعه سه تا ساختمانه که اینا به هم دیگه وصله. بله. که یه جورایی در مثل Arabian Nights یا اون شبهای عربی اون صورت دیزاین شده، اون حالته که توش آفیس و هتل و آپارتمان داره. بعدیش یه برجیه به نام برج بنگاری. برج بنگاری بلندترین ساختمان مسکونی قراره باشه در دنیا که 100 طبقه است. و اگری هاب یک محلیه که مثل یه هاب میمونه. نگاه بکنید اینجا غذای ارگانیک توش داده میشه، کشاورزی ارگانیک توش دارن و قراره باشه بزرگترین تولید کننده مواد ارگانیکی که در دنیا وجود خواهد داشت. و توش باز دوباره رستوران و تفریگاه و هتل و اینا به اضافه وسایلی که پیشرفته است برای تولید غذا و تولید مواد ارگانیک. و آخرش هم یک برج به نام برج وصل، وصل تاور، که این اولین ساختمون زی ان ای بیه. ساختمان زی ان بی ای بی در دبی منظورم البته، چون در فیلادلفیا داریم. یعنی چی این زی ان بی ای بی؟ یعنی زیرو نت افیشنسی بیلت هستش. یعنی در واقع این ساختمان از استراتژی و تکنولوژی استفاده کرده که برق رو خودش و تمام وسایلی که مال خودش هست از خودش میاد و برای همین فضای سبز زیره به وجود میاره و کسی که توش زندگی میکنه هیچ نوع آسیبی به خودش و به بیرون از آپارتمان نمیبره. آفرین.
واقعا باریکالله. باریکالله. یک رهبر درست، یک رهبری که به فکر مردمش هست، هر روز تو فکر این هست که چطوری میتونن کشورشون رو پیشرفته تر بکنن و اسمشون رو ببینید. اسم یک کشوری که برگردیم به عقب 30 سال پیش اصلا تو نقشه کره زمین جایی نداشت، ببین به کجا امروز رسید. ببینید در چه نقطه‌ای قرار داره. آفرین. بریم برگردیم با شما. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه‌ها، مصاحبه‌ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. علی جان، 5 تا چیز نیاز داریم که همیشه خوشحال باشیم. شما هم نیاز دارید که همیشه خوشحال باشید. 5 تا چیز نیاز داریم که همیشه خوشحال باشید. بله. اوکی. گذشته رو فراموش کنید. آها. البته خب میدونیم خیلی ها با گذشته زندگی میکنن. بله. و من فکر میکنم که با گذشته زندگی کردن، اگه گذشته قشنگ و خوب باشه بعد نیست آدم یه موقع آدم بهش فکر کنه، ولی اگر گذشته شما را اذیت میکنه بذاریدش کنار، بهش فکر نکنید. به خدا اینو راستی میگم، در حال زندگی کنید. بله. الان زندگی کنید. بله. برای الان. به گذشته چیکار دارید؟ برای الان زندگی کنید. برای آینده هم اصلا نگران نباشید. برای اینکه آدم وقتی برای آینده نگران باشه همش تو دل هر است، دل شور میزنه. داره. قبول داری؟ کاملا. هیچ وقت هم خودتون رو با بقیه مقایسه نکنید. من همیشه سعی میکنم که اون چیزی که هستم به اون پراود باشم. یعنی فکر نکنم افتخار کنم. افتخار کنم به هر کاری که میکنم. آدم باید از خودش راضی باشه. هر چیزی که هستی افتخار میکنی بهش. واقعا. برای اینکه اون بهترینه. هر چیزی که هستی. هر کاری هم که میخواید بکنید هیچ کارتون رو به عقب نندازید. کارتون رو انجام بدید. انجام. این باعث میشه که همیشه موفق باشید. درست. بعدم سعی کنید که هیچ وقت وای نسید کسی شما رو دوست داشته باشه. شما اول خودتون رو دوست داشته باشید. باریکالله. چه خوب. باریکالله. آها. آدم هایی که چیز ندارن اینجوری فکر میکنن. ببخشید. اول آدم باید خودشو دوست داشته باشه. 100%. اینو جدی میگم. من همیشه اینو میگم. میگم اگر شما اول خودت رو دوست نداشته باشی یعنی هیچ کس رو دوست نداری. اول باید خودت در زندگی مهم باشی. وقتی خودت مهم بودی یعنی بقیه هم آدم های از خود راضی کلن اینجوری هستن. اول خودشون رو دوست دارم. من اول خودم. باریکالله. خب بفرمی. بسیار عالی. آفرین. اما وقتی خودت رو دوست داری چیکار میکنی؟ برای خودت یه دونه تیکت میگیری، بلیط میگیری، میری کنسرت شهرام شب‌پره. آها. آها. میری کنسرت، عشق میکنی. باور کنید که بعد از مدت ها من کنسرت رفتم، عشق کردم. کنسرت شهرام شب‌پره نازنین. کنسرت بعدی کجا خواهد بود که دوستان عزیز ما همه جای دنیا داریم میریم دیگه. البته یادتون نره دسامبر 24 در لاس وگاس با شهرام شب‌پره خواهیم بود. بله. این رو فراموش نکنید. ببخشید. خواهش میکنم. نکنه مریضی هنوز ها. مریض نیستم ولی مریضی دارم. یعنی مریضی چیزی نیست. به گلوم ریخته، هنوز گلوم درست نشده. دسامبر لاس وگاس دیدار ما با شما با شهرام شب‌پره عزیز خواهد بود و کلی سورپرایز. از الان میگیم که برنامه دیگه نذارید، چون مطمئنیم اون شب یه شب بسیار فراموش نشدنی برای ما و برای شما خواهد بود. 100%. من همیشه فکر میکنم که دسامبر فقط باید در وگاس بود. چون بهترین ها در وگاس هست و اون شب شب شهرام شب‌پره است و شب من و شما با شهرام شب‌پره. 24 دسامبر. دفعه پیشم بهت گفتم خب بعد از اینکه لس آنجلس برنامه رو داشتیم خیلی ها پرسیدن خیلی چرا دوباره نیست. بعضیا بلیط خوب گیر نمی آوردن، میگفتن ما بلیط خیلی برامون سخته، نمیخوایم نزدیک باشیم. گفتیم خب
دیر جنبیدید نبود آره. که بخواد حالا دیر جنبیدید بعد اعلانم عنا که هستش بگیرید که خب ما یه دونه صندلی خالی هم دیگه نبود. به هر صورت وقتی صحبت کردیم با شهرام با این نتیجه رسیدیم که خب بهترین کار اینه که یه جایی باشه که هم مرکزیت داشته باشه، هم عزیزانی که در کالیفرنیا هستن یا در نوادا هستن، در یوتا، در دنفر یا هر جای دیگه هستن که نتونستن این برنامه رو ببینن بیان و از نزدیک برای آخرین بار با شهرام دیدار داشته باشن. این کنسرت توی استاندارد دیگری برگزار میشه، همونطور که در لس آنجلس ما این قول رو دادیم و در یک استاندارد دیگری برگزار شد. برای همینم این رو بهتون قول میدم، ما بهترین و یکی از زیباترین سالن‌های دنیا رو گرفتیم که کالسیوم هست و با کمک لایو نیشن این برنامه داره انجام میشه. لایو نیشن همین چند روز پیش تور بزرگیش رو دیدید، با هنوزم ادامه داره این تور تیلر سویفت. الان لایو نیشن با دریک داره برنامه اجرا میکنه و باعث خوشحالیه که یک کمپانی در این استاندارد میاد و میخواد با شهرام شهپره و با ما کار کنه. برای ماها واقعا باعث خوشحالیه. و خب در کالسیوم خواهیم بود 24 دسامبر با سورپرایز های مختلفی که سعی میکنیم خیلی هاش مثل سورپرایز هایی باشه که در لس آنجلس داشتیم، به اضافه یه سری چیزهای جدید دیگری که این سالن به ما موقعیت رو میده که بتونیم اون کارها رو انجام بدیم. و سایز سالن نوعی که هست داریم برنامه‌ریزی میکنیم، یه چیز متفاوتی خواهد بود، واقعا متفاوت خواهد بود و آخرین دیدار شهرام خواهد بود دیگه. واسه همین خیلی ها دوست دارن رو ببینن. اونایی که هر شهری اومدن دیدن چه انرژی بوده و چه برنامه بوده، حیفه که از دست بدن، واقعا حیفه از دست بدن. 100%. کنسرت ها که البته تا اینجا که من میدونم همه کنسرت هایی که برگزار شده سولد آوت بوده و کنسرت هایی هم که قرار برگزار بشه و هنوز شروع نشده سولد آوت شده. بله ما الان در ماه دسامبر ونکوور هستیم، بیش از 65% بلیتاش تموم شده. یا در تورانتو دو شب این پشت سر هم و اونجا هم همینطور، باز دوباره مونتریال همینطور، در شیکاگو فروش بلیت باور نکردنیه، در اتلانتا ماه ژانویه قرار برنامه اجرا کنیم، باور کنید 23% بلیتاش تموم شده. و خب مردم دوست دارن برای آخرین بار شهرام ببینن، بخشی از زندگیشونه، بخشی از خاطراته. و به خصوص وقتی از دوستانی دیگه شون که رفتن کنسرت ها رو میپرسن، خب مطمئنن بیشتر این علاقه من میشی که بری و ببینی برنامه شون. 100%. چیز مهم هست که همه شما باید برید ببینید. یکی خداحافظی شهرام شب‌پرست، کنسرت شهرام نازنینه، و دیگری نمایش خانه امن. نمایشی که بعد از مدت‌ها به روی صحنه علیرضا امیرقاسمی نمایشی رو آورده که ما مدت‌ها بوده همچین نمایشی رو ندیده بودیم. بی‌نظیر. من اگه میگم بی‌نظیر، دلیلش این نیست که ما همکاریم دارم تعریف می‌کنم. برید ببینید و ببینید من چی دارم میگم. Bless you. هم اگه مریض باشه هم
کاری که علی کرده بی‌نظیره، هم بازیگری بچه‌ها حرف نداره. یعنی من نمیتونم بهتون بگم چه کار کردن، دست همشون درد نکنه، از علیرضا گرفته تا تک تک بچه‌ها. همین فرانژاد نقش کارگردان داشته و بسیار خوب کارگردانی کرده. بقیه بچه‌ها تک به تک بسیار خوش درخشیدن. کادری که داره کار تولید انجام میده بسیار حرفه‌ای داره انجام میده کارش رو. همه در یک استانداردی است که واقعا برای ماها خوشاینده، جذابه. و یه خبر هست الان نمیخوام بگم تا قراردادش همه چیز بسته بشه، ولی برای جامعه برون مرزی، جامعه ایرانی اصلا کلن نسبت به نمایش یک اتفاقی قرار تو مذاکره کردیم که اگر اتفاق بیفته یک افتخاری است برای جامعه ما انشاءالله که ولی خب میفته. نمایش یک شنبه در اورنج کانتی هستیم و دوستان عزیزی که میخوام بیان اورنج کانتی، نمیدونم هنوز بلیط هست یا نیست، ولی در گروف آف آنهایم اونجا برنامه داریم دیگه. انشالله که بیاین و لذت ببرید از نمایش. انشالله. ملروز پروڈکشنز با افتخار تقدیم میکند خانه امن، بر اساس قصه ای از علیرضا امیرقاسمی. حمید فرخ نژاد. به دستگاه من رو کنم تو بله؟ میدن یو اس اصل قضیه ببین من خودم اگر سوال کردم ما کجا بود جیبوتی هم مهناز افشار من روزام روزای خالی افتاد قانونی که اصلا زن نمیفهمه قانونی که اجازه میده یه مرد سر زنشو ببره راست راست و خیابون را بره تش دو سال بیافته تو زندان دوباره بیاد بیرون برزو ارجمند زنا بود شبیه زن داشت چاک اینا داشت چیز بود شبیه زنا بود صداشو نشنیدی؟ صداشو شنیدم صدا شبیه چیز بود چجور بگم شبیه چی بگم مثلا شما که خیلی بود نه صدا مشترک هم مورد نظر در اون چیز زن بود اینجوری دیگه نازک بود صداش نازک احسان کرمی دکتر مزدک میهم from Berkeley University nice to meet you جناب آلی دکتر روح الله این تکنکل فن از امریکا آمدن با اون گلابی اما نوشابه رو تو چی میاری؟ نوشابه رو تو باطن بی؟ وای او جیزس تو چند نیاری؟ فرشید منافی من سر این نظام با هیچ خدای رفاقت ندارم شبا نمیشنوی صدای شعرا رو؟ نمیبینی کل دنیا کمر بستن نظام رو بزنن زمین؟ اجازه نمیدم و فرزین صابونی ببین هر کس دیگه ای بود توی اتاق جای من نصف این حرفا رو زده بودی هر جا دارت زده بود نمایش خانه امن تهیه کننده علیرضا امیرقاسمی کارگردان حمید فرخ نژاد یک شنبه 27 آگست در اورنج کانتی گروو آف آنهایم خبر زیاده یه چیز جالبی بود داشتم اینو میخوندم یه سری نوشته بودش که قوانین برای آقایون 15 قانون هست که آقایون باید این 15 قانون رو رعایت بکنند در کدوم مملکت؟ این در دنیاست در دنیاست در یکی از نشریات بسیار شناخته شده دنیا این مطلب اومده از فوربس مگزین هست که تمام ثروتمندای دنیا همه بیشتر چیزا در رابطه با این مسئله و آدم‌های موفق دنیا در اینجاست و بعد گفته که 15 قانون وجود داره که البته این 15 قانون رو یه وقت خدای نکرده کسی اگر برعکسش انجام داده از بنده خورده نگیره باور کنید به من ربطی نداره من فقط براتون دوباره آن هم به زبان فارسی عنوان میکنم گفته هرگز به زنی که بهت خیانت کرد بر نگرد درست میگه این اولیشه
دومین قانونش گفته هرگز نذار هیچ زنی بهت بی احترامی کنه. درسته؟ برعکس هم هست دایی. بله خب این مال آقایونه. من گفتم برای آقایون. گوش بکنم. هرگز با کسی که نشسته دست نده. یعنی خودت نشسته دست به کسی دراز نکن بده. متوجه این مرد باید بلند شه دست بده. اوکی حالا به بخش دیگه شم میرسیم در موقع دست دادن، چون اینو من همیشه به پسر خودم هم اینو میگم. هرگز بی پول نشو، یعنی پولتو خرج همشو نکن که بخوای کسی رو تحت تأثیر قرار بدی، یه خانم رو تحت تأثیر قرار بدی خرجش کنی اینقدر که پول دیگه خودت نداشته باشی. آها اوکی اوکی. گفته هرگز لقمه آخر غذایی که تو پولشو ندادی رو نخور. این اگه یه لقمه مونده، اگه تو قرار نیست پولشو بدی، پول این میزون بدی یا پول این غذا رو تو ندادی، تو لقمه آخری رو بر ندار بخور. خب اگه طرف گوشش باشه دیگه غلط کرده. گوشه چیکار؟ همیشه سعی کن اینقدر جاه طلب باشی که به خاطر اون مسئله بهتر بشی. اون خیلی خوبه. آره. اون باعث میشه همیشه پیشرفت. از کسی که پشتت هست حمایت کن و از کسی که در کنارت هست احترامش بذار. حرف قشنگیه. هر وقت بخوای حرف بزنی یک تا سه ثانیه صبر کن و بعد جواب بده. اینم برای بعد. هیچ وقت برای رابطه با زنی گدایی نکن. آخ راست میگه. چهار بار در هفته ورزش کن. بسیار این خیلی چیز خوبه. آره. اگر دعوت میشی جایی نخوا که بری. آره دیگه بی دعوت آقا یعنی چه؟ آره هی بگی آقا منو دعوت کنن، بگو منم دعوت کنن، از این حرفا نکن. یعنی چی منو دعوت نکردن؟ آره همیشه پول نقد همراه داشته باش. چرا؟ یه وقت ممکنه درگیر بشی، گیر بکنی، یه جایی کارت قبول نکنن یا چیزی، یه پول نقد همیشه با خودت داشته باش. باش. خوب بپوش، فرقی نمیکنه کجا هستی. این خیلی مهمه. خوب بپوش. این خیلی مهمه. شما از در خونتون هم میخواید برید تا مارکت هم خوبه که خوب بپوشید. اینه که همیشه به پسر خودم هم میگم گوش کن، سر تکون بده و تو چشم نگاه کن و حرف بزن. خیلی مهمه. بقیه با کسی هم دست میدیم همینطوره. دیدید بعضی دست میدن اینجوری. تو چشم نگاه کن، دست بده. آفرین. پونزدهمی هم این هستش. همیشه چند تا راه رو برای پول در آوردن داشته باش. به یک راه قنیمت نکن. مثلا اصولا آدم باید همیشه فکر چند بیزنس باشه. همیشه باید آدم فکر کنه چند تا بیزنس باید انجام بده که بتونه پول بسازه. خب اینو همینو گفته دیگه. آره دیگه. ما چون تو حرفایی ما میدونم تکرار میکنی حرفا. میگم درستش همینه دیگه. من دارم میگم. نه. داشتی تکرار میکردی. آها گفت تو اگه کسی مشت کرد به فرار رو برقرار ترجیح بده. این نبود تو اینجا. ولی اون که نشسته دست بده یعنی خیلی بده. دست نده. هیچ وقت نشسته با کسی دست نده. آه یعنی نشسته اینجوری دست نده. خیلی بده. خیلی توهین آمیزه. یه مسئله دیگه هم هست تو ما ایرانی ها نیست. ولی در میون عرب خیلی رواج داره. پا رو پا ننداز جلوی کسی. پاتو رو پات جلوی کسی ننداز هیچ وقت. به خصوص اگر که طرفی که اگر طرفی نشسته باشه که تای کفشت به طرف اون شخص میره. این الان پای شما به طرف منه کفشت. این بی‌تربیتیه. این بی‌تربیتیه. همیشه پا رو جلوی آدم دیگه پاتو رو پات ننداز و اگرم یک زمانی پاتو رو پات انداختی به طرف کس برخلاف جهت اون شخص تای کفشت باشه. آخه پا تای کفشت که معلوم نمیشه پا تو وقتی میریزی بازم اون آره توهینه. به اعراب خیلی بهشون بر میخوره. این خیلی بده تو اعراب میدونم. ولی اصولا وقتی شما پا تو رو پا میندازی بعد از یه مدتی، البته همه چی به سن بستگی داره، زانوی آدم درد میگیره، شما مجبوری بعد از یه 5-6 دقیقه پا تو عوض کنی. نه بعضی وقتا نمیتونی اصلا عوض کنی.
چرا؟ چون یه طرف نه، چون یه طرف میشه اون یکی طرف نمیذاره. باد خوش شده. درد گرفته دیگه نمیتونی. نه بعضی از اعضای بدنت هم ممکنه جلوگیری کنن ازش به خاطر همین یه طرف راحت تره تا بعدی. هستیم جون. نه بعدم تو وقتی میشین آس میگه اصلا. یه سوال دارم، تو وقتی میشین که تایی کفش تو که کسی نمیبینه که چه معلوم میشه، بعضی وقتا میتونی طوری بشین که تایی کفش باشه، ولی پا نباید رو پا باشه. گوش کنید به من. نه گوش میگم، ولی خب داشتم فکر میکردم تو آمریکایی معنی نداره، تو آمریکایی ها اوکیه این مسئله حله، ولی در عرب این مسئله خیلی توهینه، خیلی توهینه. بله پا رو پا نباید انداخت. بله بله. کمپانی وکس وگن یا همون فولکس خودمون، اینا اومدن یک سیستم چراغ رو تو ماشیناشون پیاده کردن که این بهش میگن داینامیک لایت اسیست. اوکی این به این صورت که شما وقتی یه ماشین نورتون روشن کامل که جاده رو باز ببینید، زمانی که یه ماشین دیگه نزدیک میشه این نور میشکنه که اون طرف اذیت نشه. نور میشکنه تا نزدیک ماشین که شدش، اون موقع باز دوباره نور رو چیز میکنه. تا اون مدت که این داره میاد این نور اذیت نمیکنه که تو چشم راننده مقابل قرار بگیره. چقدر خوبه. خیلی خوبه، چون آدم وقتی شب درایو میکنه این نور رو آدم میکنه. من یه سوال داشتم، یه دیدی که وقتی برق میره یه چیزایی هست که میزنن که برق که میره این روشن میشه؟ بله بله بله، با باتری. آره که همیشه توی پریز برقه. بله بله بله. بعد بهترین این کدومه که آدم بگیره به خاطر مثلا اونی که روشن میشه زلزله و اینا هست؟ اونی که روشن بشه. آره اونی که روشن بشه کدومه؟ اونی که روشن بشه، چون ممکنه یکیش روشن نشه. آره برای که من خیلی آره خریدم، ولی وقتی میذاری هیچ کدوم روشن نمیشه. آها میگن روشن میشه ولی هیچکوم روشن نمیشه. مال شما قلابی شه فکر کنم. والا ما هر کدوم از اون بزرگا داری یا کوچولوا رو داری؟ کوچولوا. کوچولوا اسباب بازیه نسبتا. بزرگاشو بگیرید. بزرگاشو بگیرید، با سیم برقتون وصلش کنید به برق خونه، بعد وقتی که برق بره اون روشن میشه. و یه مدت کوتاهی نور داره. کدومه که بیشتر روشن؟ چون میدونین که خیلی مهمه مخصوصا در یه مرکزیه به نام، من نمیتونم بدون قایم، یه مرکزی به نام هوم دیپو. شما میری اونجا، میری اونجا یه آقای هست به نام اسکار. میری میشه آقای اسکار، میری آقای اسکار، اسکار یعنی یه دنبال همچین چیزی بگردن. ولی خیلی مهمه که از ساویس بپرس، ساویس خیلی این کارا رو خوب بلده. نه ولی واقعا مهمه کار دیگه که بلد نیست، حداقل از این کار میتونی ازش استفاده کنی. این بار که زلزله اومد من داشتم فکر میکردم، البته خب هوا روشن بود، ولی فکر کردم که اگر یه موقع برق بره توی بارونم که میگفتن برق ممکنه بره، حواستون باشه چراغ قوه داشته باشید یا شمع داشته باشید و اینا، من فکر کردم که اینا خیلی چیزای خوبیه که آدم تو خونه داشته باشه، مخصوصا برای آدمایی که یه مقدار سنشون بالاتره. بله. که مثلا خب چششون نمینه یا حالا تا برن یه چراغ قوه بردارن یا شمع بردارن، خوبه که اینا رو تو منزلتون داشته باشید، اگر شب اتفاقی افتاد برقتون رفت خب اینا روشن میشه، چششون میبینه میشه که بخوان کفشی پیدا کنن، کلیدی پیدا خیلی کنن. خوبه. اینا رو در فکر باشید. بله اینا خیلی لازمه. برید هوم دیپو دم خونتون بپرسید بهترینشو. همیشه سعی کنید هر چی که میگیرید بهترینش رو بخرید، هر چیزی که گرونتره مطمئن باشید که بهترینه. من اینو خواهش میکنم. باش. این چیزای چیپو که آدم میخره هیچ وقت کار نمیکنه. باش. خواهش میکنم. اونم حرفیه. توی آلمان یه آقایی به نام جن وورمن. این جن وورمن کارش این بوده که الان چند ساله، از سال 2007 این دیوارهایی که تو آلمان مثلا میبینه که اینا مثلا خراب شده، ریخته یا اینها، میاد با این بریک های لگو، اسباب بازی لگو هست. بله. اینا رو طوری هماهنگ میکنه که اون دیوار رو کامل کنه یا اون دیوارو، اون ریختگیاشو با اون پر میکنه. آره. با لگو. و این کارو انجام میده و الان شروع کرده
در نروژ هم داره همین کارو میکنه، داره میخواد و گفته که میخوام دنبال این کسام کسای دیگه ام که بیکارن مثل خودم مثلا هستن اینا دوست دارن بیان. یعنی بازنشسته است؟ نه آرتیسته مثلا، ولی ما اینجور آدم ها رو بهشون میگیم بیکار، نه اینکه بیکار باشه، آرتیسته. آرتیسته. آره آرتیسته. نه ماها بهشون میگیم بیکار. مثلا یارو میگفته مثلا تو چی کاره؟ میگفت شاعرم. میگفت خب کار اصلی چیه؟ بیچاره به خدا یه زمانی اینطوری بود داستانی. خب شما چی کاره؟ میگفت من شاعر هستم. خب کار اصلی چیه؟ یا من نویسندم. خب کار اصلی چی کار میکنی؟ نویسندگی میکنم دیگه. نه میفهمم کار اصلی تو بگو چی کار میکنی. چقدر بده که ما یه چیزهایی رو نمیفهمیم که چقدر کارهای بزرگی انجام دادن. بله، بله. میدن. ما همیشه فکر میکردیم کار یه کارهایی برای ما فقط کار بوده، ولی نمیدونستیم بعضی ها چه کارهای بزرگی انجام بله. میدن. بعد چقدر اهمیت داره، چقدر مثلا یه نقاشه و چی کاری بود نقاشم چی نقاشی میکنم دیگه در آسمان. هیچ وقت نمیفهمیدیم که نقاشی چه کار بزرگیه. بعد این تازه این کریستینا که به وجود اومدن که میری اونجا و شروع میکنی به قیمت های عجیب و غریب بابت این کارا پول دادن، تازه میفهمی که چقدر مهم بوده و شما بهش نگاه میگه مثل خطاطی. یادم میاد من تو مدرسه‌م و دبستان کلاس اول دوم راهنمایی هم همینطور بود، به ما خطاطی یاد میدادن، قلم و دوات. تو یادته؟ بله. چه کار مزخرفی بود. والا قلم و دوات و دوات رو میزدی، اونو دستماله رو دستمال میزدی، سعی میکردی که مثلا خوشخط باشی، بنویسی، آره، بکشی از این کج بکنی، بعد بتراشیش، هی اینجوری بکشی، آره، بعد بتراشیش، بعد این حرفا اینا. خب یکی مثل ما شد که اونجوری بود، یکی هم مثلا شد آقای تناولی مثلا اونطوری در اومد از آب دیگه. ولی الان مثلا این خطاطی ها چقدر قیمت داره. آره اگه ادامه داده بودیم الان شاید مثلا ما هم نه باید درت باشه علی. آره. آدم هر چیزی که مثلا یکی میره شاعر میشه، این نیست که من و شما دوتا چیز بنویسیم بعد فکر میکنیم شدیم شاعر. درسته. نه، باید در وجود شما باشه، نقاشی در وجود شما باشه. ما شعر ولی خوب بلد بودم. علیرضا میتونست نویسنده خیلی خوبی بشه. خوش. نه راستی میگم، من دیدم نوشته های شما، شما میتونستی یک نویسنده خوبی بشی. من هرگز. حالا یه سری نوشتیم ببینیم چی عذاب در میاد، ببینیم چش نزنیم. نه چش آره. نمیزن یا خراب نکنیم. حالا فردا یعنی این بود داشتی گفتی مینویسه. ولی ماله من از دوران کرونا تا دیگه همچنان تا 4-5 ماه پیش چیزه مختلف، کار مختلف خیلی نوشتم. من یه سوال دارم، تو اگه میخوای مینویسی آیا میخوای فارسی بنویسی یا انگلیسی؟ فارسی نوشتم. خب چرا انگلیسی نوشتم؟ نمیدونم، قصه هم فارسی بود. قصه هم فارسی بود. جایی نداشت برای انگلیسی بودم، ولی قصه هم فارسی بود. حس کردم که تو مثلا فارسی بهتر میتونم. آره، ولی خب وقتی هم ترجمه بشه به انگلیسی آره. ممکنه قشنگ باشه. شاید. آره، من فکر میکنم که شما وقتی مینویسی شاید برای نسل جدید به زبان انگلیسی خیلی جالبتر آره. باشه. میتونه اونم باشه. همیشه نباید ما فکر کنیم که هر کاری رو میکنیم برای نسل قدیمی تر باید باشه. ما باید یادت باشه، ما باید به آینده نگاه کنیم. بله، درسته. خیلی فکر خوبیه. باری کرده. به هر صورت، این برنامه رو که خدمتون اعلام کردیم، برنامه شهرام عزیز که خب کسانی که در فینیکس اریزونا هستن، 30 سپتامبر میایم به اریزونا، به فینیکس اریزونا، در اونجا خواهیم بود. امیدواریم که ببینیمتون در اریزونا و این شب خدافظی در فینیکس هم دیدنی خواهد بود، به خصوص که من اسکاتسدیل و اون طرفا رو خیلی دوست دارم. ولی دوستان میتونن برن نگاه کنن ببینن اصولا
برنامه ها آنلاین برن چک کنن ببینن. صد اصلا هم تو پرژن تیکس رو میتونن برن نگاه کنن، هم تو تیکت مستر رو میتونن نگاه کنن، بعدم که تو شهر خودشون هم میتونن ببینن چی هست، و بعدم صفحه های اینستاگرامی که تپش صفحه اینستاگرام تپش میتونن هم برای نمایش هم برای کنسرت شهرام شفره اخبارش هر دو رو میتونید چک کنید، زمان رو ببینید که در چه موقعی کجا میتونید. اینستاگرام تپش هم خیلی راحته، تپش هیچ چیز دیگه اینی TAPESH تپش دست به همین راحتیه. ولی اروپا هم که در ماه نوامبر به اروپا خواهیم اومد، امیدوارم که اونجا هم دیدارها رو با شما تازه کنیم با کنسرت های شهرام شفره. با موفقیت همیشه. خدا نگهدار.